چرا به جلادان خود عشق می‌ورزید؟ نوشت: مداحان جلاد فرزندان ملل با بودجه های پیدا و پنهان میلیاردی برای همین جوانان نوحه می‌خوانند و برایشان دعا می‌کنند. متأسفانه جوانان هم قاتلان خودشان را واسطه دفع بلا و خطر قرار می‌دهند و بر سر صورت خود می‌زنند. آیا تراژدی تلختر از این سراغ دارید؟ نوشتم: اولا خلایق هرچه لایق و همه چیزمان با همه چیزمان جور است، یعنی سیستم در ایران اگر هم معیوب باشد که معیوب است ولی کار میکند. نیروهایی که بیدار شده اند و بر علیه سیستم عمل میکنند در لابلای چرخ و دنده های سیستم تخریب شده حذف میشوند. این حذف شدن ها به اشکال زیر دیده میشوند: شورشیان ضد سیستم را زندانی میکنند، آنها را مجبور به فرار و پناهندگی به غربت می کنند، آنها را مجبور به کوچ و ترک وطن می کنند، آنها را از بطن جامعه و میدان اجتماعی دور می سازند، کارشان و درآمدشان را از بین می برند و بدین وسیله اجتماع و افراد از تماس با روشنفکران واقعی محروم می شوند. در نتیجه جوامع و ملل در سلطه تمام و کمال سیستم می مانند. سیستم هم با آگاهی از غیبت اجباری روشنفکران بیدار شده چندین میکانیسم را به طور همزمان به کار میگیرند تا ذهن جامعه و ملت را شکل داده، رفتار و عکس‌العمل‌های افراد و ملت را کنترل بکنند. یک، سیستم بر کنترل رفتار و اذهان ملل و برای ایجاد ترس و تحمیل تسلیم 100% به آنها از نیروهای نظامی امنیتی و شبه نظامی در جهت سرکوب مخالفان استفاده میکند. سیستم دو، سیستم از قوه قضاییه و محاکم به عنوان ابزار ایجاد ترس و وحشت در جوامع و ملل استفاده می کند. سیستم از دادگاه ها برای محاکمه مخالفان و افرادی که در شک افتاده اند بهره می برد. دادگاه ها با صدور احکام ترسناک بر ضد کسانی که بیدار شده اند و با سیستم مخالفت کرده و اونو با آن را آشکار می کنند و تحکیم قدرت و سیستم و نفوذ عوامر آن در اجتماع و ملل می افزاید. سیستم رسانه‌های جمعی متعددی در اختیار دارد که آن رسانه‌ها با تبلیغ سیستماتیک اخبار خشنی که توسط دستگاه‌های مختلف سیستم تولید می‌شوند و نشان دادن چهره بسیار سرکوبگر و بی‌رحم از سیستم بر ترس افراد و ملل از سیستم می‌افزایند. وقتی این ترس در افراد و جوامع درونی بشود، افراد و جوامع خودشان را در درونشان و در ذهنشان سرکوب می‌کنند تا دچار چنان خشونت و سرکوبی نشوند، یعنی بدون مقاومت در برابر سیستم به تسلیم وادار می شوند. 4. سیستم با افتخار و داد و فریاد زیاد زندان‌های بسیار زیاد و بزرگتری می سازد تا برای مهار مخالفان و قشر خاکستری جوامع محلی برای زیست ایزوله شده آنها داشته باشد، تا بتواند رابطه مستقیم افراد و ملل با روشنفکران واقعی خود را قطع بکند. در حقیقت زندان‌ها محلی برای مجازات قانون شکنان نیستند، بلکه قرنطینه ایست تا بیدار شدگان را از بدنه جامعه دور بکنند تا آگاهی به جامعه سرایت نکند. سیستم 5، سیستم تا میتواند به استخدام افراد بیشتر در درون خود دست میزند تا بتواند آنها را در داخل سیستم هضم و به دوام سیستم متعهد و فداکار بکند. در نتیجه استخدام افراد، نه تنها خود آنها که افراد منتسب به آنها و خانواده هایشان هم مجبور به دفاع از سیستمی می شوند که اکنون خودشان به دندانه های خورد کننده آن سیستم بدل می شوند. 6. سیستم ایدئولوژی های رنگارنگ و حتی متضادی را تولید کرده و به جامعه و ملل تزریق می کند. سیستم آن ایدئولوژی‌های متنوع و در ظاهر متضاد را نه تنها از طریق رسانه‌های رنگارنگ و سرگرمی‌ها، بلکه از طریق آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم هم به ذهن افراد و هم به ذهن اجتماعات و ملل تزریق می‌کند. بدین وسیله سیستم همه را سرگرم ایدئولوژی‌های خود ساخته اش می‌سازد تا در سایه این سرگرمی‌ها و نزاع‌های ساختگی که سیستم آن را ساخته به آنها دامن می‌زند، تداوم حیات خود سیستم را تضمین بکند. 7. سیستم ملل و جوامع را به گروه ها و اقشار مختلف، گروه های مورد قبول و غیر قابل قبول، دارای رفتارهای بهنجار و نابهنجار و تجزیه کرده رفتار و عکس العمل های آنها با هم دیگر را هم مهندسی می کند. سیستم می تواند
به سادگی و در راستای منافع و اراده خود هر بخش تجزیه شده و تبدیل شده به دشمن را در مقابل بخش‌های دیگر قرار بدهد. حتی می‌تواند بخش‌هایی را به نیابت از خود به جنگ با دیگران سوق بدهد. سیستم به این وسیله آن اجتماع و ملت واحد را نه تنها از درون تجزیه کرده است، بلکه آنها را به مخالفان و دشمنان همدیگر هم بدل کرده است. در این مرحله آن گروه ها و دسته های تجزیه شده از هم نسبت به سرنوشت همدیگر در مقابل سیستم بی‌تفاوت می شود. حتی از اینکه سیستم رقیب یا دشمن آنها را سرکوب بکند خوشنود هم می شود. با این سیاست سیستم از انباشت نیروهای آنها و سینرژی ایشان در مقابله با سیستم جلوگیری می کند و یا از شدت اعتراض های احتمالی و خطرناک آنها می کند. سیستم سرزمین های ملل را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده از آنها وطن‌زدایی می کند تا حس هموطنی و همشهریگری را در میان یک ملت واحد از میان برده و نوعی از پوچی فردگرای بدون احساس هموطنی و همشهری را به آنها تحمیل بکند. سیستم می خواهد تا آن ملت از هم گسیخته و تجزیه شده به اتم های انسانی تبدیل شوند و نتوانند در زیر یک نام و زیر سایه یک وطن تجمیع شده رفتاری بر ضد سیستم را شکل دهند. 9. سیستم در بین ملل پیرامون و تحت سلطه خود دشمنی های کاذبی را ایجاد و به همه طرف ها تحمیل می کند. در حقیقت سیستم برای منحرف کردن پتانسیل های اعتراضی و دشمنی ملل پیرامون نسبت به خود در بین ملل و سرزمین های همسایه تخمه های کینه و دشمنی می کارد. این سیاست ها در میان مدت و در دراز مدت به سود سیستم و به زیان ملل همسایه نتیجه خواهد داد. در نتیجه دشمنی های ساختگی و مهندسی شده توسط سیستم حاکم نیروهای این ملل همسایه به جای همکاری با هم و تضعیف سیستم حاکم و استعماری به نزاع و جنگ با هم خواهند اندیشید و برای جنگ با هم مسلح خواهند شد. این سیاست دشمن سازی ساختگی ملل نسبت به هم به سیستم مجال خواهد داد تا رفتار و اندیشه های همه آن طرف ها را مدیریت بکند. حتی ممکن است که سیستم به عنوان ناجی و قهرمان ملی این ملل هم دیده و پذیرفته بشود. 10. یکی از فعالیت های بسیار مهم سیستم تهیه و تولید انواع و اقسام کتاب های سرگرمی و آموزشی است. مجموعه کتاب‌های منتشرده در زیر نظارت مستقیم سیستم در جهت تکمیل کارکرد نهادهای نخبگانه قبلی و شستشوی مغزی آموزشی ملل توسط سیستم است. سیستم با مجموعه کتاب‌ها عموم کسانی را که در خارج از سیستم یا در بخش خاکستری و ناشناختی سیستم قرار دارند هدف گرفته است تا از هان رفتار و عکس العمل های آنها را شکل داده و تحت کنترل در بیاورد. 11. یکی از راهکارهای کانالیزه کردن افراد، جوامع و ملل تولید گروه های مرجع توسط سیستم اجتماعی است. سیستم به وجود مراجعی نیاز دارد که آن را در نزد گروه ها و اقشاری از جامعه و ملل توجیه کرده علمی، حقوقی، دینی و نشان بدهند. لذا سیستم به تولید مراجعی چون فیلسوفان سیستم، پروفسورهای سیستم، نظریه پردازان سیستم، آیت الله های سیستم، روحانیان سیستم، مداحان سیستم، سوپاپتمینان های سیستم، اساتید دانشگاهی سیستم، اپوزیسیون تحت مدیریت سیستم، خودمنتقدان سیستم، افشاگران سیستم، روزنامه نگاران سیستم و دست می زند تا از آنها در جهت ساخت و تغییر افکار عمومی، بازی با خواسته ها، نیازها و اراده عمومی جوامع و ملل و حتی بازی با اراده مخالفان و کنترل رفتار و اذهان مخالفان استفاده بکند. سیستم به تولید 12. سیستم به تولید ملاها، دینداران پولکی و راندخار دست می‌زند تا از وجود و نفوذ آنها در راستای تحمیق مذهبی دینی انسان‌ها، جوامع و ملل و همچنین در جهت شستشوی مغزی آموزشی و دینی دسته‌ها و طبقات اجتماعی که احتمالاً در زیر سلطه سیستم شستشوی مغزی آموزشی سیستماتیک قرار ندارند بهره ببرند. 13. این سیستم تنها به تولید درونی خود اکتفا نمی کند، بلکه در جهت خرید قلم، زبان و فکر نویسندگان اندیشمندان درجه چندم از دنیای غرب هم اقدام می کند.
سیستم با خرید افرادی از ملل و زبانهای دیگر و استفاده از آنها در سمینارها، تفسیر اخبار و تولیدات نوشتاری و شبه علمی به تکمیل سیستم شستشوی مغزی آموزشی داخلی توسط بازوی خارجی می‌پردازد. چرا که غربی و خارجی بودن در اذهان اغلب افراد تحقیر شده و خود حقیر پندار در حکم مراجع بین المللی است. اگر آن افراد خارجی دارای تیتر دانشگاهی هم باشند، باعث طلسم و مسحور شدن افرادی می شود که غرب را منشأ همه چیز و جامعه و ملت خودشان را عقب مانده فکری فرض می کنند. سیستم می تواند از طریق این مزدوران خارجی هم بر مشروعیت خود در نزد آن گروه هایی که محصور و مغلوب خارجی هستند بیفزاید. با احترام، انصاف علی هدایت.